همراه با هیئت ایرانی و نمایندگان منتخب سینمای ایران در فستیوال فیلم AOF منتظر فرارسیدن زمان اجرای بخش سینمای ایران در این فستیوال هستیم که با یک اتفاق جالب توجه مواجه می‌شویم. مریم پیربند یکی از اعضای هیئت داوری بخش سینمای ایران که فیلم کوتاهی را در این مسابقات شرکت داده است، به عنوان منتخب برگزیده بهترین کارگردانی زن در بخش بین‌الملل خوانده می شود و از او برای حضور در صحنه دعوت می شود و همین دعوت و کسب این جایزه و این موفقیت بهانه‌ای می شود برای گفتگوی من با او در انتهای این فستیوال و مروری بر کارنامه کاری و فعالیت‌های او در طی چند سال اخیر. من در خدمت مریم پیربند هستم، یکی از هنرمندان جوان سینما ایران که خوشبختانه باعث افتخار برای دومین سال متمادی یکی از اعضای هیئت داوران فیلم فستیوال فیلم AOF هستش، یا اکشن آن فیلم، در بخش سینمای ایران. میخوام ببینم که چقدر فیلم رجیستر شدن و ثبت نام شدن برای امسال و در این دوره. فیلم خیلی زیادی از ایران ثبت نام شده بودن، مخصوصا چون سال گذشته تبلیغات به شیوهی بود که ایرانی ها کاملا مطلع بودن که همچین فستیوالی هست و امسال حدود 250 تا فیلم توی شاخه های مختلف، مستند، کوتاه، فیلم های بلند، انیمیشن و فیلم های تجربی اومده بودن که به خاطر محدودیتی که داشتیم فقط میباید جشنواره 60 تاشون رو انتخاب میکردن و خودشون 60 تا رو انتخاب کردن که بعد از اینکه انتخاب شد خیلی برای من جالب بود، دیدم که توی طیف‌های گسترده‌ای انتخاب شده و خیلی برام جالب بود که چجوری این انتخاب صورت گرفته، ولی خیلی خوشحال شدم برای اینکه فیلمسازهای مختلفی تونسته بودن حضور پیدا کنن، نه یه رنج خاص. پارسال که این فستیوال به هر حال لس آنجلس بیس بود و امسال برای اولین بار هستش که منتقل شده به ایالت نوادا در همسایگیش، هنرمندان زیادی از سینما ایران داشتیم. این جابجایی چقدر باعث شده که حضور هنرمندان کمتر بشه احیانا امسال؟ خب 100% این تاثیر میذاره. به هر حال خیلی دوره این ایالت نوادا تا لس آنجلس، بیشتر دوستانی هم که حالا توی LA زندگی میکنن یا از ایران امکان اومدن رو دارن میان LA یا میرن سان فرانسیسکو، به خاطر همین این تغییر مکان امسال یه ذره برنامه های ما رو به هم ریخت و نتونستیم از دوستان خوب فیلمساز دعوت کرده بودیم بتونیم اینا دوستان حضور داشته باشن، اما ان شاءالله سالهای بعدی اتفاقای بهتری. آیا سال دیگه هم همینجا در لاس وگاس برگزار میشه؟ من خیلی از برنامه ریزی فستیوال اطلاع ندارم، هنوز جزئیات دارم کنم. بله گمان میکنم که این تغییر محل هستش. خب به عنوان یک کسی که در حوزه بازیگری و کارگردانی فعالیت دارین، سال گذشته اگر اشتباه نکنم شهاب حسینی جایزه ای رو گرفت و از بهروز وثوقی تقدیر تشکر شد و امسال از گوهر خیراندیش. سوال خودتون چیه از این اتفاق؟ به هر حال ببینید یک فستیوال فیلم یک رسالت اولش این هست که فیلم ها دیده بشه، هنرمندا شناخته بشن و بعد تقدیر از در واقع بزرگان و افراد مستعد هستش و اینجا چون کشوری هستش که کشور خودمون نیست، خیلی خوبه که این اتفاق توی یک کشور دیگه بیفته، مخصوصا وقتی که ما متوجه میشیم این دوستان هم نظرشون یکی هست و این میدونین که برای آرای داوران یک میانگینی گرفته میشه، یعنی ما به زبان نمیگفتیم یا این دوستان به زبان نمیگفتن چه فیلمی، میانگین گرفته میشه. هم پارسال هم امسال در واقع اتفاق نظر بود. در رابطه با خانم خیراندیش به دلیل اینکه ما فیلم دیگری هم از ایشون داشتیم در بخش مستند به نام گوهر که فیلموگرافی ایشون بود که به شدت افراد رو تحت تاثیر قرار داده بود، چون که این فیلم روند هنری زندگی هنری خانم خیراندیش رو نشون میداد و به نوعی دوستان یه جورای سینما و عوامل سینما رو هم با این دیدن و بازخورده خیلی جالبی داشت. و فیلم دیگری داشتیم به نام خانه آن دیگری که کار یک کارگردان کار اولی بود
و همه ی عوامل توش خیلی خوب بودن. بازی خانم خیراندیش درخشان بود و کاملا مشخص بود که یه جورایی حلقه وصل بعضی اتفاقات حضور این بازیگر توی اون سکانسه و کاملا حس میشد. بنابراین به حال به جا بود این اتفاق. یکی از ویژگی‌های این فستیوال برگزاری طولانی مدت مراسم اختتامیه‌اش بود که من فستیوال‌های زیادی تو دنیا شرکت کردم، نزدیک 5 6 ساعت برگزار شد و می‌دونم خسته این، اما حیفه که به این اشاره نکنم که خود شما در بخش بین‌الملل یه جایزه گرفتیم، ما خبر نداشتیم و از قبل آمادگیش رو داشته باشیم برای ضبط و ثبتش، ولی سعی خودمون کردیم در ثانیه آخر. راجع به این صحبت کنیم، این چی بود جریانش؟ بچه بخواییم، من خودم هم اطلاع نداشتم قراره یک همچین اتفاق بیافته و کاملا سورپرایز شدم. دیدین که اصلا آمادگی صحبت کردنم نداشتم. من یکی از فیلم های من به نام سایلنس، به نام سکوت، یعنی چی آقا؟ اینجوری نمیشه آقا جان. من میگم مشکلی نیست دیگه. والا اولین باره میرم یه خانم میفرستم برام. آقای صالحی شما نگران نباش، این خانم تو کارش حرفه‌ایه. این یه طرف، این کار اصلا درست نیست، این کار مردونه است. من برای خود میگم خانم. این خانم ناشنواست، شما با من صحبت. حضورای بین‌المللی خیلی زیادی داشته و این دوستان اون فیلم منو دیده بودن و به من گفتن اگه تمایل داشته باشی، تو که توی بخش بین‌الملل داور نیستی، اجازه بده این فیلم تو اونجا اکرام کنیم که اودینسا بتونن ببینن که یه زن ایرانی میتونه توی ایران یه همچین فیلمی بسازه و یه همچین بازیگر میتونه همچون کاری بکنه. به دلیل اینکه اون فیلم در رابطه با یه زنی هست که کرولال هست و توسط تناب راپل نمای ساختمان‌های خیلی بلند رو میشوره. داره شیشه رو تمیز میکنه. ولش کنیم بابا، حواسش پرت میشه میفته. آخه دختره خب. کارمون برسیم، مهمتره. کارشو بلده. خب پس گفتی مداره کامل هره؟ بله. مداره. نه این مدارک ناقص هم. میخوایم فردا بدیم بره. باید کامل شن. باش حتما. حتما میترسه. و یه سری اتفاقات براش میفته و توی یک روز از روزهای کاریش یه زن دیگه رو که توسط یه پزشکی یه دعوایی دارن، یه قتلی میخواد صورت بگیره، اون نجاتش میده. جالب قضیه برای بیشتر جشنواره‌هایی که من تا حالا رفتم این بوده که من نتونسته بودم هیچ کس رو پیدا بکنم که اون نقشی رو بازی بکنه، کسی که داره در واقع مورد حادثه قرار میگیره، چون از شیشه طبقه چهارم بعد میپرید بغل اون کسی که روی تناب. نگید خودتون بازی کردید. بله خودم این کار کردم. چه جوری؟ من خودم این کار کردم. البته گروه بدلکاران 13 سر صحنه بودن، ولی تصمیم گرفتیم که پیکات نزنیم به بدل و به بازیگر، چون من خودم هم تجربه بدلکاری خیلی سال پیش داشتم توی سینما و تو همون گروه تیم زنده یاد پیمان ابدی بودم. آقای اقدس اینا گفتن چرا خودت این کار رو نمی‌کنی، این سکانس و حالا دکوپاژش که مشخصه، و من خودم اون کار کردم. و واقعا بر همه این جالبه که توی ایران یه همچین کارهایی رو خانم‌ها میتونن انجام بدن. و دست تقدیر رو ببین که شما که تو کار بدلکاری اینا بودین، اومدین عضو هیئت داوران فستیوالی شدین که یک بخشیش قابل توجهش بخشای اکشن و بخشای مارشال آرت و بخشای بدلکاری هستش. بله دقیقا همینطور، خیلی جالب بود. خیلی ممنون به هر حال از فرصتی که دادین و خسته نباشین بابت همین زحماتی که کشیدین. خیلی ممنونم از شما که زحمت کشیدین، مسیر طولانی رو تا اینجا اومدین. ممنون. متشکرم.